تولیدات زراعتی افغانستان به خصوص میوه هایی که در اکثر کشورها نام دارد. مؤسساتی که در این بخش ها تحقیق می نمایند به این باور رسیدند که تا زمانی که تولیدات و بسته‌بندی میوه های افغانستان با معیارهای جهانی برابر نباشد، ما نمی توانیم میوه های تولید شده افغانستان را از مرز کشورهای همسایه فراتر ببریم. چالش بسیار بزرگی که در بخش تولیدات به فعلا افغانستان تاجرا و تولید کننده کلشان مواجه هستند، موضوع امی خود استاندارده است که تولیدات ما به سطح خود جامعه بین المللی استاندارد نیست. خود امی رقابت به مارکت بین المللی اگر نه مشکل اساسی تمام تولید کننده و صادر کننده این امی مشکل می باشد. بخش آموزشی و تحقیقاتی ملل متحد یا یونیتار تعدادی از تولید کنندگان و صادر کنندگان میوه های افغانستان را در دبی گرد هم آورده است تا برای آنها نوعی تولید و بسته‌بندی با شیوه ها و معیارهای جهانی را بیاموزند. در حال حاضر تنها بخشی از میوه های افغانستان به کشورهای هند، پاکستان، امارات متحده عرب و گاهی هم به بعضی از کشورهای اروپایی صادر می گردند. اما تا هنوز معیارهای تولید و بسته‌بندی به شکلی که کشورهای اروپایی تقاضا دارند در صادرات میوه های افغانستان دیده نمی شود. معمولا کشورهایی که پیش از این تولیدات ما را می فروختند، به طور مثال زیره، به طور مثال شیرین گویا، هنگ و دیگر نباتات بسیار با ارزشی که ما داریم و او مختص به خود افغانستان است، تابال را به نام دیگاه و از استاندارد دیگاه به فروش رسیده. وقتی ما به استاندارد اونا مطابقت می داشته باشیم و از خود ما می خرند، حداقل 50% آید ما بالا می رند. در این حال مؤسساتی که در سه تولید و تهیه میوه های تازه و خشک افغانستان فعالیت می نمایند می گویند اگر افغانستان در چند سال گذشته نوه تولید و صدور میوه افغانستان را معیاری می ساخت، امروز قسمتی از عایدات افغانستان نیز بلندتر می رفت. طبیعی بودن و داشتن یک طعم خاص در میوه افغانستان نه تنها که در کشورهای همسایه بلکه در کشورهای دیگر نیز معروف است. اما در حال حاضر این میوه ها به کشورهای دیگر نمی رسند. دلیل آن معیاری نبودن تولید و بسته‌بندی آن است و این یک چالش بزرگ در برابر تولید زراعتی کشور چون افغانستان می باشد، زیرا افغانستان کشوری است که برای رشد زراعت آماده است. نبود امکانات مانند سردخانه ها و همچنان مشکلات انتقال میوه از افغانستان به خارج از جمله دغدغه هایی است که از سالها به این سو از سوی تولید کنندگان و صادر کنندگان مطرح می گردد. اما تا هنوز در ولایاتی که ما بیشترین میوه را تولید می نماییم، میدان های هوایی و امکانات انتقال میوه از آن ولایات به خارج از کشور وجود ندارد. وکیل اساس، صدای امریکا، دبی.